چه اشتباهات است که یک کارآفرین جوان یا یک تاجر جوان انجام میده؟ کدام سلسله اشتباهات باعث شکست میشه؟ و این اشتباهات چی است که ما اگر میخوایم تجارت خود را شروع بکنیم حداقل پیش از جریانات آگاه باشیم و بتانیم جلوگیری بکنیم؟ میلاد اکبری هستم از چینل اکبری ایژوکیشن. خوش آمدیم به چینل خودتان. موضوع ای ویدیو: کدام نوع اشتباهات در زندگی یا در جریان کار یک کارآفرین جوان رخ میده؟ اولین موضوع، پیش از اینکه شما برین که بزنس چی است، بزنس یاد بگیرین، بیاین اول سر از این بخش همی بزنس یاد گرفتن، بیاین اول سر از این کار بکنین که از کدام چینل و از کدام میتود از طریق کدام سکیل میخواین پرودکتی را که مد نظر دارین بفروشین. فروش مهمترین و اولین عنصر موفقیت یک تجارت است. اگر یک سیستم پرفکت داشته باشین ولی اگر فروخته نتانین هیچ است. اگر بهترین جنس و مواد از بهترین کشور اروپایی و آمریکایی بیارین ولی اگر او را فروخته نتانین هیچ است. پس بیاین چینلی که امکان داره او فروش انجام بدین و میتود و سیستم و تیمی که ضرورت دارین او فروشاتتان را پیش ببره، بیاین اول بالا از او فکر کنین و اولین میتود او را پیش ببرین. پیش از شروع گپ شما به نصیحت و مشوره یک نفر دیگه ضرورت دارین، اما نصیحت و مشوره صحیح از یک آدمی که پخته او راه باشه و نالج اپدیت داشته باشه، نالجی که بروز باشه داشته باشه، او را ضرورت دارین. اگر شما برین یک نفری که نمیفهم ده ها سال پیش آمده تجارت شروع کرده، سختی های او دوره سال 1990 1980 1970 کشیده و در او دوره عالی آمده، بزنس خیلی موفق داره، شما برین نصیحت های از او رو بشنوین خیلی کمتر مفید است تا ای که برین یک جوانی که تازه کار خود شروع کرده، یک مقداری پیشرفته اما چلنج های جدید، کمپیتیشن جدیدی که جریان داره، مشکلاتی که فعلا روزمره وجود داره را دیده و میای به شما نصیحت میکنه، خیلی مفیدتر است، خیلی بهتر میتونه راه و چاره برای شما نشان بده. و دقیق سر از این فکر بکنین کی وجود داره که بهترین نصیحت براتون میکنه و بهترین شخص برای این کار چی است. برین نصیحت های مختلف بشنوین و میایم سر پوینت سوم که در بین این نصیحت ها خدا گم نکنین. نصیحت های زیادی براتون میاد، مشوره های زیادی براتون میاد، شما باید وارا مثل دانه دانه گزینه ها پیش روی خود بانین، بین بین از یاد ببینین که با شرایط فعلی شما، مطابق سن و سالی که شما دارین، سکلی که شما دارین، بودجه که شما دارین و موقعیت جغرافیایی که شما هستین، کدامش بهتر با شما صدق میکنه و با تطبیق از اون میتونین رشد بکنین. چهارم، کسی که حتی بزنس خود شروع میکنه، یکی از اشتباهات خیلی 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 مهمشی است که فکر میکنه با پشت کردن، فورس کردن و فشار آوردن بالای تیم خود میتونه که یک نتیجه خوبی رو به دست بیاره، میتونه که بالای از او بیشتر کار بکنه. نه، همیشه با تشویق کردن، با موتیویت کردن، با انفلوئنس کردن تیمت میتونی بهترین کار انجام بدی بالایشان. او چه قسم میشه؟ شاید تو قدر دارایی نداشته باشی که بیشترین معاش پرداخت بکنی، اما بیا اگزمپلشان باش، بیا همراه کارکرد خودتان، همراه سعی و تلاش و وقت آمدن، ناوخت رفتن، کوشش کردن، سهم گرفتن در کارهای مختلف، بیا نشان بده برازو که خودت به فکر بزنس دستی، خودت سعی و تلاش تو برازی بزنس میکنی و خودت میخوای که بزنس موفق باشه. وقتی که او کار کردی و هم از روی تو دیده میبینن که تو سعی و تلاش میکنی، نمیتونن راحت بشینن، نمیتونن آرام بشینن. چرا؟ تو داره سعی میکنی، او که معاش میگیره تیمت است، او هم سعی خودم میکنه تا که هر دویتان به حیث یک تیم بتانن پیشرفت بکنه. پنجم، هیچ وقتی پرفکت تیم یا عملکرد وجود نداره. عملکرد جامع و کاملی که ما رؤیا داریم، فکر میکنیم که یک تیمی بیاید که تمام چیز پرفکت و عالی پیش ببره، هیچ وقتی نیست.
هم در بخش کارآفرینی، هم در بخش تجارتی که شما از خود پیش میبرین، هم اگر کدام جای به حیث منیجر یا به حیث مدیر عامل یا هر چیزی که سی او کمپانی که شما هستین، یادتان باشه 100% پرفکت وجود نداره. خامخواه تیمتان اشتباه داره، خامخواه تیمتان ضعف داره و باید با مد نظر گرفتن تمام او ضعف ها با او اشتباهاتی که امکان داره رخ بده رشد بکنین، پیشرفت بکنین، بشانینشان، دانه به دانه برشان یاد بدین، دفعه بعد تکرار کنین، راهنمایی کنین، ترنینگ داشته باشین و توسط ازی است که میتونین تیمتان را پیشرفت بدین. خامخواه بعضی کارمندایی هم در بین وجود داره که هیچ وقت یاد نمیگیرن و هیچ وقتی به جایی نمیرسن، اما اوارا بازواده چاره دارین که در بین 100% شاید چند فیصد محدود باشن که تبدیل بکنین، برین پشت کارمند بهتر و استعداد بهتری داخل تیمتان پیدا کنین. اما حتی بهترین ها را هم که داشته باشین، پرفکت هیچ وقتی نیست، اشتباه وجود دارن و شما یاد باید بگیرین که بزنس عالی را رشد بدین با ای حالتی که پرفکشنیزم همیشه وجود نداره. ششم، کدام نقطه وجود داره که شما پیشتر برین و کدام نقطه خوب است که استاپ بکنین؟ این چیزی است که انالیسیس خیلی قوی میخواه. با تعداد خیلی زیاد از کمپانی‌های جهانی که فعلا وجود داره، با مثل از زیاد صدها و هزارها و میلیون‌ها کمپانی دیگه شاید وجود می‌داشت، اگر در اون نقطه‌ای که استاپ نمی‌کردن، اگر در اون نقطه‌ای که گفتن دیگه بس است، ما بودجه نداریم، نمیشه، آینده نیست، شک کردن به عقیده و رویا و خواب و هدفی که داشتن، استاپ کردن، اگر و اونجا استاپ نمی‌کردن، شاید بهتر از این چیزایی که فعلا بالای جهان دارن رهبریت میکنن و جهان لید میکنن، شاید بهتر از این میبودن. پس یادتان باشه پیش از این که اگر دیدین حتی کمپانیتان به نقص روان است، به ضرر روان است و نمیتانه پیش بره و آینده نداره، خیلی فکر بکنین، مشوره نفرها رو بگیرین، دوباره ریویو بکنین که از کجا آمدین، به کجا روان هستین، هدفتون در کجای این مارکت و این دنیا وجود داره و چقدر لیاقت و شخصیت و توانایی در خودتان است تا او را به جایی برسونید. تشکر از اینکه تا ایدم همراه ویدیو بودین. یادتان نره سابسکرایب بکنین، نوتیفیکیشن بتن را بزنین و این ویدیو را همراه دوستایتان شریک بسازین. جان سپاس.